جلسه شستم از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم با کمک ترک کامرا و یا افکت 3D کامرا ترکر به وسیله یک دوربین یک ویدیو رو ترک کنیم. خب یه ویدیو درگ میکنم اینجا و سلکتش میکنم، از منوی انیمیشن ترک کامرا رو میزنم، صبر میکنیم تا کارش تموم شه. البته بهتره که در قسمت افکت کنترل باشیم تا ببینیم چقدرش جلو رفته. میبینیم که ترک پوینت هامون آماده است. خب الان اگر موس رو اینجا حرکت بدیم، با حرکت موس میتونیم بهترین حالت برای کف انتخاب کنیم. خب دقت کنید، من میتونستم روی این رایت کلیک کنم و کرییت تکست کنم، کرییت سالید کنم، در این موارد صحبت کردیم، و یا من میتونم کلیک کنم و دونه دونه اینا رو سلکت کنم. وقتی یکی رو کلیک میکنم، بعدی رو کلیک میکنم، قبلی دی سلکت میشه. میتونم شیفت رو بگیرم و چند تا رو حتی در جاهای مختلف اینجا سلکت کنم و خب میبینید به این حالت در میاد. حالا میتونم رایت کلیک کنم و یا میتونم اینجا کلیک کنم و بیام یه سطح اینجا انتخاب کنم، کلیک کنم و درگ کنم، همینطور بچرخم تا یه ناحیه رو انتخاب کنم و رها کنم. حالا دوباره این تارگت من شد. حالا ببینید، اگر رایت کلیک کنم اینجا که واسم تکست میساخت، اینجا واسم سالید میساخت، اینجا واسم نال میساخت، همه اینا رو با هم کار کردیم، دیدیم برای تکست و سالید بهتر بود که ما حداقل سه نقطه انتخاب کنیم. نال دیدیم که توی تمرین دیروز حتی با یک نقطه هم کار میکرد، ولی این دوتا اگر هم با یه نقطه انتخاب کنید بعد دردسر روتیشن دارید که روی سطح بشینه. ولی خب اگر هم اول با تارگت سطح و درست انتخاب کنیم دیگه اون دردسر رو نخواهیم داشت. این گزینه هم به شما امکانات مفصل میده، شادو میده، کامرا میده، لایت میده، با این فعلا کار نداره. این نکته رو فقط دقت کنید. اینجا این قسمت اگر کلیک کنیم، الان 24 تا نقطه سلکت کردم، 24 تا تکست میده یا 24 تا سالید میده یا 24 تا نال میده. من این بیرون کلیک کنم، الان بیام اینجا مثلا، خب این الان کلیک میکنم سه تا شد. رایت کلیک میکنم، ببینید میگه سه تا میخوای واسط بسازم، که خب ما 100% سه تا تکست و سه تا سالید نمیخوایم. حالا ممکنه سه تا نال بخوایم، اونم نه نزدیک هم. مثلا من میخوام یه نقطه اینجا داشته باشم، کلیک میکنم، دوباره شیفت رو میگیرم، یه دونه اینجا میگیرم، دوباره شیفت رو میگیرم، یه دونه اینجا میگیرم، حالا چند تا دیگه هم انتخاب میکنم. حالا میتونم رایت کلیک کنم و سه تا نال انتخاب کنم. دیروز حل کردیم تو جلسه قبل و سه تا نال جدا جدا گرفتیم و به این صورت شما میتونید با یک کلیک سه تا نال رو بگیریم. حالا از این مثلا بگذریم و بریم واقعا یه دونه کف پیدا کنیم و فرض کنید که این کفه مونه. فرض کنید خب اگر من رایت کلیک کنم و اینجا کرییت نال بزنم، این مرحله قبلا رفته، یه دونه نال به من میده. اینجا من پی میزنم روی این نال، الان نگاه کنید چه اعدادی واسه من میاره. پوزیشنش یک سری عدد گردن کلوفت. خب من الان این ترک پا این کلا پاک کردم. الان دوباره دقت کنید، من لایه‌ام انتخاب میکنم، از این قسمت هم افکت انتخاب میکنم، دوباره میاد. خب الان میام و فرض کنید اینجا رو انتخاب میکنم، میخوام اینجا فرض کنید زمین من باشه. خودتون میتونی زمین رو انتخاب کنی کجا باشه، مثلا اینجا میخوام زمین باشه. خب کلیک میکنم، سلکت میکنه، رایت کلیک میکنم و میام اینجا set ground plane and origin رو میزنم. وقتی اینو کلیک کردم چیزی به هم نمیده، ولی حالا اگر رایت کلیک کردم و مثلا نال اووردم، شما الان نال رو ببینید اینجا، یه پی که بزنم میبینید پوزیشنش صفر صفر صفره. این گزینه به این درد میخورد. پاک کردم کامپوزیشن قبلو، یه ویدیو دیگه دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رهاش میکنم. خب اینو هم حالا این دفعه این یکی رو از این قسمت تراکر که اگر نداریدش از منوی ویندو میتونید بیارید، با سلک کردن این لایه، حتی روی این لایه هم میتونید رایت کلیک کنید، اینجا میتونید رایت کلیک کنید و از قسمت ترک
ترک کمرا رو بیارید. حالا راه زیاده، من این لایه رو سلکت میکنم، ترک کمرا رو میزنم و از پنجره افکت کنترل میبینم که خودش 3D کامرا ترکر رو برام اوورد. صبر میکنم تا کارش تمام شه. همونطور که میبینید آماده شد. خب یاد گرفتیم که اگر بخوام یه ویدیو یا یک تصویر یا یک تکست کف یا روی دیوار یا روی این در یا نرده بذاریم، اینجا مثلا این کف میخوام بذارم، رایت کلیک میکنم، کریئت تکست میزنم یا کریئت سالید میزنم و مراحلش رو ادامه میدم. و همچنین یاد گرفتیم که میتونیم حتی با یک نقطه، چون میدونید هر کدوم از این تارگت ها 3 تاست، حتی با یه نقطه، با کلیک یه نقطه، من مثلا این نقطه رو اینجا کلیک کنم، یه دونه نال بیارم و بعد یه دونه تصویر یا ویدیو بچسبونم به این نال. ولی خب الان من نقطه نمیبینم که انتخاب کنم طبق سلیقه‌ام، میخوام یک سری عکس بیارم اینجا اضافه کنم، ولی این نقاط همشون چسبیده به در و دیوار و زمین، من اینجا نمیخوام، میخوام تو هوا باشه و خب نیست نقطه‌ای که من بخوام. اصلا نگران نباشید، اینجا یک کریت کامرا داره، نهایتا نقطتون رو پیدا نکردید، نپسندیدید، کریت کامراتون رو بزنید، یه دونه کامرا واسهتون اوورد، تموم شد. و من اینو اصلا دوویوش میکنم که از این قسمت ببینم. اینم کامرای من، یه مقدار حالا من بزرگتر کنم این ور رو. الان دقت کنید، من CTI میبرم جلو، ببینید کامرا داره حرکتشو میکنه و بدین صورت. حالا من میرم در پنجره پروژکت، اینجا میخوام یک سری عکس درست کنم، یه سری عکس دارم مثلا پیک یکم، ولی اونطور که من میخوام نیست، عکس هست، میخوام مثل دقیقا عکس فیزیکی بشه، کلیک میکنم، درگش میکنم اینجا توی این قسمت، رهاش میکنم، یه کامپوزیشن براش میسازم. این کامپوزیشن رو بهتر روش رایت کلیک کنم، کامپوزیشن ستینگ رو بزنم، زمانش رو زیاد کنم. خوبه زمانش 30 ثانیه است، دقت کنید زمانش کم نباشه که از کامپوزیشن اصلیتون کمتر باشه. خب اوکی یا کنسلش خیلی فرق نداره. الان لایه رو انتخاب میکنم توسط این ابزار، حتما لایه انتخاب شده باشه، از این گوشه هاش یک ماسک رسم میکنم. خب و بعد اینجا رایت کلیک میکنم، نیو، یه دونه سالید میارم، دورش هم سفید باشه، سالید رو میارم میذارم زیر. ببینید الان مثل یک عکس شد، الان بد نشد. دوباره میارم پیک دو رو انتخاب میکنم، میارم اینجا رهاش میکنم و اینو هم دوباره لایش انتخاب شده باشه توسط این ابزار، اینجا میام یه حاشیه بهش میدم و رایت کلیک میکنم، نیو، سالید، سفید، سالید رو میارم پایین. حالا شما اگر روش دیگه ای بلدید به روش خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. دوباره سومی رو میارم، اینجا رها میکنم توسط این ابزار، حتما لایه انتخاب شده باشه وگرنه شیپ میکشه، میخوام ماسک بکشه. خب اینم از ماسکم، رایت کلیک میکنم، نیو، سالید، سفید باشه، میارم میذارمش پایین. و دوباره شماره 4، دوباره از اینجا میام و اینجا قرارش میدم، یه ماسک واسش تعیین میکنم، رایت کلیک، نیو، سالید، سفید، برو پایین. و پنجمی هم انتخاب میکنم، میارم و اینجا رها میکنم، یه کامپوزیشن ساخت و دوباره همین کار رو تکرار میکنم، رایت کلیک، نیو، سالید، اینم رو بردم پایین. خب این تا اینجا، بریم سراغ کامپوزیشن اصلیمون که SS1 بود. خب الان اینا رو دونه دونه میارم، بستگی به خودم داره که کدوم رو میخوام اول بیارم. فرض کنید من اول میخوام پیک 4 رو بیارم، میارم این بالا رهاش میکنم. قبلا یه نال داشتیم، میمدیم میچسبونیمش به نال، دیگه این درد سرارم نداره. یه دونه اس میزنم، اسکیلش رو کوچیک میکنم، اسکیلش خیلی بزرگ، این اسکیلش، و سه بودیش هم میکنم. حالا حتی یه دونه آر میزنم تا روتیشنش بیاد، یه مقدار روی محور وای ها میچرخونمش، اینجوریش میکنم و
یه مقدارم این ابزار رو انتخاب کنم، ایکسش رو میگیرم میارمش اینجا، حتی خواستم یه مقدار از اینجا هم دوباره وایش رو میگیرم میبرمش بالا. این انگار که یه دونه عکس اینجا تو هوا آویزونه، دوربین من که میاد میره از ببینید اصلا میاد ازش رد میشه میر. پس این از اولیش. دوباره میام یه دونه دیگه میارم، مثلا این شیره رو میارم، اونم دوباره میام قرار میدم اینجا، سه بودیش میکنم، اسمو میزنم، کوچیکش میکنم، اندازش به اون اندازه که میخوام در میارم. خب لایه رو انتخاب میکنم، توسط این قسمت میگیرم اینجا، اصلا میبرمش عقب، میبرمش عقب، یه مقدارم از اینجا میارمش بالا. خواستم دوباره میتونم روتیشنم بهش بدم، یه مقدار بچرخونمش، اون دیگه سلیقه خودمه. دوباره بعدی کدومه؟ مثلا بعدی این یکی رو میارم، دوباره اینجا رها میکنم. دقت کنید حتما سه بودیش کنید، اس رو بزنید، سایزش به اون اندازه که میخواید در بیارید. خب ایکسش رو میارم این طرف و از اینجا میگیرمش، اصلا از اینجا میتونید تغییر بدید، میبرم میذارمش اون عقب و از این قسمت هم میام میگیرم میذارمش اینجا و میام میذارمش بالا. حالا روتیشن هم دوباره میتونید بهشون بدید، همینو یه مقدار روتیشن هم بهش بدم، یه آر میزنم و یه مقدار وایشو از این طرف میچرخونم. خب این هست دیگه، کدوم موند؟ این یکی، اینو میارم میذارم و یه دونه اول سبودیش کنم، یه اس بزنم، کوچیکش کنم، خیلی کوچیک شد، خب بد نشد. این هاشش، از اینجا میارمش اینجا و از اینجا اصلا میگیرمش، ایکسشو میارم میذارم این ور. یه مقدار اینجا رو کوچیک کنم که اینجا دست و بالم بازتر شه، سلکتش میکنم، یه مقدار میبرمش بالاتر. حالا دوربینم رو باید بچرخونم ببینم کجا میره. الان ببینید این دوربین داره از اینجا حرکت میکنه، میاد از این رد میشه، از پشت اون یکی رد شد، چرخید رفت، اصلا اینو ندید، ببینید اینو ندید، این باید بره عقبتر. زدشو میگیرم میبرم عقب، اینو هاش اومدش، اینو هاش اومد اینجا دیدش. ببینید یه دونه عکس دیگه هم دارم فکر کنم یا ندارم، چرا این پروانه رو هم دارم. منم سه بودی میکنم، یه دونه اس میزنم که یه مقدار کوچیکش کنم، ببین خیلی بزرگه، سمت چپ پیداست، کوچیکش کردم و این قسمت رو هم کوچیک کنم که ببینم کجام، باید بیارمش اونورا اگر میخوام ببینمش در انتهای مسیر. البته زدشو میبرم بالا، از این سمت ایکسشو میگیرم میارم اینجا، حالا اومدهش، اینه هاش، اینه هاش. میتونم یه مقدار دیگه کوچیک کنم که دست و بالم باز باشه، اینو دوباره زدشو میبرم عقب، یه مقدار میارمش بالا و یه دونه آر میزنم و وایشو یه مقدار میچرخونم، یه مقدارم میارمش این طرفتر، حتی خواستم هم اسشو میزنم دوباره یه ذره اگه خواستم بزرگش میکنم. این یکی هم بهتره یه مقدار بچرخونمش، اینو سلکت میکنم، اینه هاش، آر رو میزنم، آرشو و روی وای یه مقدار از این ور میچرخونمش، از این طرف بهتر، از این طرف میچرخونمش، زدش هم یه مقدار بچرخونم که صاف بشه. خوبه؟ این از این. خب برگردیم عقب، یه رندر کنیم برگردیم ببینیم چی شد. رندر شد، همینطور که میبینید بدون اینکه هیچ نال آبجکتی، هیچ سالیدی، هیچ چیزی باشه، من تونستم این
عکس‌ها رو بسازم و بیارم در هوا معلق کنم و با دوربین از میانشون عبور کنم. یکیش هم هست این گوشه نیفتاده، حالا بعدا میتونید بگیرید بکشیدش. اجازه بدید این کار رو همین الان انجام بدیم. کدوم بود نیفتاده بود؟ برمیگردم اینهاشش، این نیفتاده. ببینید اینهاش، اینو الان من میتونم یه مقدار زدش رو ببرم عقب. ها الان اومد و از اینجا ایکسش رو بیارم این طرف. فکر کنم الان دیگه بیفته، رندر بشه، برمیگردم. تموم شد، خروجی رو میبینیم.